بینندگان عزیز تلویزیون ایران زمین و ایران زمین کانادا، پریا اسکویی هستم و با برنامه دیگر از سری برنامه های مهاجرت به کانادا خدمتون رسیدم تا ارائه کننده تازه ترین اخبار در بازار مهاجرت و همینطور اطلاعاتی که میتونه به شما کمک بکنه در پروسه پروندهتون برای مهاجرت دائم یا موقت به کانادا در اختیارتون بذارم. اگر که در برنامه های قبل بیننده این برنامه بوده باشین، در رابطه با ویزاهای دانشجویی براتون توضیح دادم و اینکه یک نفر چطور میتونه در واقع وارد کانادا بشه به عنوان دانشجو، بعد میتونه چطور در واقع ویزای کار همزمان بگیره و بعد از تمام شدن درسشون چطور میتونن ویزای کار بگیرن و بعد از تمام شدن ویزای کارشون یا همزمان با ویزای کارشون بستگی به طول دوره ویزای کارشون داره بتونن از طریق داخل کانادا یا Canadian Experience Class یا در واقع برنامه های استانی اقدام بکنن که مهاجرت دانشجویی و موقتشون رو تبدیل به مهاجرت دائم بکنن. متاسفانه خبری که در چند روز اخیر در این رابطه به دست ما رسید و در واقع به صورت یک خبر نه خیلی خوشایند هستش، در رابطه با یکی از مدارس خصوصی هستش که در نایاگرا فالز در واقع فعالیت میکنن، که یک مدرسه هستش که تدریس آشپزی بین المللی میکنه، یعنی برای اینترنشنال شفز در واقع فعالیت میکنه و متاسفانه 4 نفر از دانشجویانی که در این مدرسه مشغول به کار بودن شکایت کردن در یک نامه سرگشاده به وزیر مهاجرت کانادا آقای جیسن کنی که در این مدرسه به اونها در واقع اون آموزش های لازم داده نشده و بعد از اون برای دوره کوآپشون در واقع همون دوره کار همزمان با تحصیلشون هست به عنوان کارگر بسیار ارزان و در واقع یه حالت اسلیوری نام بردن که ازشون استفاده شده. این 4 تا دانشجو که 3 تا پسر و 1 دختر هستن در این شکایت نامه‌ای که تنظیم کردن باعث در واقع ساسپند شدن این مدرسه آشپزی در نایاگرا آن د لیک هستن و دلیلی که در واقع اووردن این هستش که دوره‌ای که برای اینها گذاشتن متاسفانه با اون چیزی که در واقع اینها توقع داشتن یکی نشده و اون انتظاراتشون رو برآورده نکرده. برنامه به این صورت بوده که در واقع اینها می اومدن 1 سال تحصیلی اونجا توی آشپزخونه یکی از در واقع هتل های خیلی بزرگی که توی نایاگرا لیک بوده آموزش ها می دیدن و بعدش هم همزمان با همون در واقع به صورت تئوری و عملی در همون آشپزخونه بودن، یعنی این مدرسه ای که بوده بیشتر یه در واقع هد آفیس داشته که کارهای ادمنستریشن و کارهای تئوری که بسیار واحدهای کمی بوده رو ارائه میداده و کار قسمت عملیش در آشپزخونه این هتل یا این رستوران این هتل برگزار میشده و اعتراضی که دانشجویان کردن به این بوده که در واقع در اونجا به عنوان اینکه دارن آموزش میبینن کارهای زیادی ازشون خواسته شده و بهشون در واقع پی نشده و چندین دانشجویی که در واقع توی این دوره بودن دوره های 1 ساله در واقع اجباری داشتن و یا 2 ساله اختیاری که برای سال اولشون یه چیزی حدودشون $17,000 هزینه میدادن و برای سال دومشون یه چیزی حدود $18,000-$19,000 هزینه میدادن که خب هزینه خیلی زیادی هستش برای دانشجویانی که بین المللی زندگی میکنن. منتها اعتراضی که داشتن به قیمت این پروگرام نبوده، چون برای دانشجویان بین‌المللی معمولا همین قیمت در نظر گرفته میشه برای طول دوره تحصیلشون و اقامتشون و بر واقع رفت و آمدشون و اینشورنسشون و اینها، ولی نکته‌ای که در واقع باعث اعتراضشون شده این هستش که بیشتر این دانشجو که البته تقریبا همه از هندوستان بودن، اعتراضشون به این بوده که این پروگرامی رو که در واقع خواستن ازشون که انجام بدن با اون انتظاراتی که داشتن به عنوان آموزشی که برای یک اینترنشنال شف هستش در واقع مطابقت نداشته، بیشتر لیبلی که روی این کار گذاشتن این بوده که از اونها به عنوان کارگر ارزان استفاده شده در این رستوران ها و بعدش هم الان که در واقع این مدرسه به صورت ساسپند در اومده مجبور هستن که اینها برگردن به کشور خودشون مگر اینکه بتونن که اقامتشون رو در داخل کانادا تغییر بدن. نکته‌ای که در اینجا هستش که من
قبلا هم اشاره کردم این هستش که شما وقتی که به صورت موقت توی کانادا هستین به هر دلیلی که اون شرایط موقت عوض میشه بایستی این در واقع چنج آف کاندیشن یا عوض شدن شرایط شما به اطلاع اداره مهاجرت کانادا برسه که در ممکن هستش که به دلایل مختلف با آفیس های مختلف شما درگیر بشید، ولی اگر که در واقع کانادا بدونه که شما در کانادا هستین و چه کار دارین انجام میدین مسئله نخواهد بود، مادامی که در واقع اقامت شما قانونی هستش و اون اقامت قانونیتون تموم نشده. توی این کیس خاص اگر که به عنوان مثال بخوایم بگیم یک کسی رو که ما میشناختیم توی این جریانات باعث تعطیل شدن مدرسه و به تبع اون در واقع باعث ساسپند شدن استادی پرمیتش شده، اگر که میتونست کار پیدا بکنه از داخل کانادا میتونست ویزای کارش رو در واقع ویزای تحصیلیش رو به ویزای کار تغییر بده، یا اگر که میتونست ادمیشن بگیره از یک دانشگاه دیگه یا از یک کالج دیگه میتونست در واقع اون استادی ویزاش رو تمدید بکنه و در واقع اون مدرسه یا اون مدرسه یا اون کالج جدیدی که میخواستن برن میتونستن کری فوروارد بکنن با اون استادی پرمیتی که میگیرن. چیزی که مهم هستش این هستش که نومدر که به چه دلیلی شما در کانادا هستین، مادامی که اقامتتون اقامت موقت هستش بایستی که در قبل از اینکه اون اقامت موقت شما باطل بشه هر عملی رو که میخواین انجام بدین رو حتما پیشا پیش 90 روز حداقل جلوتر تا حداقل 8 هفته جلوتر حداقل این اقدامات رو انجام داده باشین که اگر که به هر دلیلی اقامتتون تمدید نشه بتونید از کشور خارج بشین و در واقع برای خودتون یک پرونده سیاه درست نکنید، چون متاسفانه پرونده های سیاه خیلی جدی الان داره باشون برخورد میشه و نمونهش رو هم تو یکی دو روز یعنی تو یکی دو برنامه اخیر من برای شما گفتم. یکی همین بسته شدن مدرسه هستش که البته این رو نگفتم، متاسفانه یکی از کسانی که در ادمیشن این مدرسه هستن یک خانومی هستن که عضو انجمن مشاورین مهاجرت به کانادا هم هستن و در واقع کارهای مشاورین مهاجرت به کانادا رو ایشون انجام میدادن و یکی از اعتراضاتی که در واقع این 4 دانشجو کردن در واقع هزینه هایی بوده که ایشون چارج میکردن برای گرفتن و تمدید ویزا و یا برای تبدیل کردن ویزای اقامت موقتشون به اقامت دائمشون. این البته الان یک وکیل رو هم گرفتن این صاحبان رستوران که یکیشون همین خانومی هستش که عضو انجمن هستن با پارتنرشون که در واقع میخوان از خودشون دفاع بکنن، ولی پوینتی که من از این قضیه دارم این نیستش که حالا اینا از خودشون دفاع میکنن یا نمیکنن، بلکه برای من مهمتر این هستش که اگر که شما به هر دلیلی وارد کانادا میشید و نوع اقامتتون اقامت موقت، این رو جدی بگیرید و اجازه ندین که از اقامت موقتتون بگذره و باطل بشه و بدون استاتوس توی کانادا مونده باشید. حالا چه دانشجویی هست، چه کار هستش، چه منتظر این هستین که در واقع ویزای اقامت موقتتون تبدیل به اقامت دائم بشه. اگر که این ویزا باطل شده و شما منتظر تصمیم گیری هستین و کانادا اجازه نمیده که به شما در کانادا بمونید، بایستی خارج بشین و بعد از اینکه ویزای دائمتون اومد در واقع باز وارد کانادا بشید. ممکن هست از نظر هزینه یه مقداری قابل توجه باشه هزینه ای رو که میخواین صرف بکنید، ولی که میارزه که این ریسک رو نکنید و این داخل و خارج شدن از کانادا رو در واقع یه جوری برنامه ریزی بکنید که در هیچ زمانی در کانادا بدون استاتوس باقی نمونده باشید. نکته دومی که دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم یه در واقع چیزی هستش که برای خیلی ها سوال شده در واقع برنامه های قبلی که من توضیح دادم، راجع به فدرال اسکیل ورکر صحبت کردیم و نحوه چیزایی که اشخاص میتونن در واقع استفاده بکنن برای گرفتن اقامت، یا اینکه در واقع اون منیستریال اینستراکشن رو خیلی بهش اشاره کردیم که در واقع منیستریال اینستراکشن این هستش که میگه که شما یا یک سال از 10 سال گذشته در یکی از این 38 شغلی که در کانادا مورد نیاز اعلام شده سابقه کار دارید، یا اینکه در از کانادا با یک نفری صحبت کردیم و ویزای ازشون اجازه گرفتیم، بعد از اینکه ویزای اقامت دائمتون ازشون دریافت شد بیاین و برای اینها به صورت دائم کار بکنید، و سوم این هستش که شما در کانادا به صورت موقت زندگی کرده باشید. چیزی رو که الان من میخوام روش فوکس بکنم در واقع اون داشتن ورقه دعوت به کار از کارفرما هستش و اینی که چطور این مسئله کار میکنه.
ورقه دعوت به کار در واقع یک ورقه هستش که یک تعهدی رو ایجاد میکنه بین کارفرمایی که میگه من این شخصی رو که میخواد به کانادا وارد بشه، بعد از اینکه وارد شد استخدام میکنم. در واقع اون ویزا، اون در واقع اون کار، اون تعهد کاری وقتی بایستی انجام بشه که شخص به عنوان اقامت دائم وارد کانادا شده باشه. و دوم اینکه اون داشتن اون ورقه منهای اینکه امتیاز برای اون شخص متقاضی محسوب میشه از جدول امتیازات، باعث این هم میشه که در واقع اون 38 تا شغل عملا نادیده گرفته بشن در جدول شغلی. ممکن هستش که یک نفری که ویزای کار میگیره همچنان در اون 38 تا شغل هم باشه، ولی که اگر هم که نباشه همچنان میتونه اقدام بکنه. جدول امتیازاتی که الان بهش من اشاره کردم رو تا اونجا که خاطرم میاد هیچ وقت توی برنامه بهشون اشاره نکرده بودم به صورت کلی، ولی کن به صورت کلی اگر که من بخوام راجع به جدول امتیازات صحبت بکنم، اگر که شما میخواییم به صورت اقامت در واقع فدرالی اقدام بکنید برای مهاجرت به کانادا، همیشه باید از جدول امتیازات یه امتیازات مشخصی رو بیارید. توی کیس فدرال اسکیل ورکری که ما داریم الان داریم راجبش صحبت میکنیم، هر کسی که متقاضی مهاجرت به کانادا باشه باید 67 از 100 امتیاز بیاره. تغییری که در یکی دو سال اخیر در واقع در قوانین مهاجرت به کانادا که به عنوان ایرپا شناخته میشه شد این بودش که میگفتش قبلا اگر که یک نفری 67 امتیاز از 100 امتیاز جدول امتیازات بیاره، آفیسر باید براش ویزا صادر بکنه. الان تغییری که شده از کلمه باید رو در واقع برداشتن و به جاش کلمه می رو گذاشتن، یعنی اینکه if you have 67 points the officer may issue the visa instead of like بگه که must issue the visa، کلمه می رو به کار برده، یعنی اینکه اون در واقع 100% بودن قضیه رو برداشته از روی اینی که بخوام ویزا رو صادر بکنه. این فقط به خاطر این هستش که اون در واقع دیسکرشن آفیسر رو یه مقداری بیشتر بهش توی این قسمت بها دادن، یعنی که اگر که شما حتی اگه 67 امتیاز هم بیارید و افسر احساس بکنه که شما از نظر اقتصادی نمیتونید، یعنی اکانومیکلی نمیتونید خودتون رو توی کانادا استبلیش بکنید، ممکن هستش که فقط یک نوت بذاره روی پرونده بگه که من قانع نشدم که شما میتونید که بعد از اینکه وارد کانادا بشین روی پای خودتون بیستین، یا اینکه economically yourself establish yourself in Canada، که این در واقع اون کلمه هستش که باید رو تغییر دادن و میگم ممکن هستش که در واقع ویزا صادر بشه. این یک نکته بودش که در واقع من لازم دیدم که در اینجا توضیح بدم که در واقع اون جدول امتیازات اجازه میده، یعنی اولش این هستش که آیا شما میتونید اقدام بکنید، دومین قدم این هستش که چند امتیاز میارین، و سومین قدم این هستش که حالا بعد از اینکه تمام مصاحبه اگر که باشه یا مدیکال اگزام و بعدش هم عدم سوء پیشینه انجام شد، آیا همچنان افسر اعتقاد داره که شما میتونید بیاین کانادا و خودتون رو در واقع در کانادا اداپت بکنید و زندگیتون رو شروع بکنید یا نه. حالا قسمتی که در واقع مربوط میشه به اینکه میتونید اقدام بکنید یا نکنید رو، این قسمت رو میخوام فوکس بکنم روی ورقه دعوت به کار و چرا ورقه دعوت به کار مهم هستش و چه نکاتی رو بایست در روی ورقه دعوت به کار اگر که شما کارفرما هستین یا اگر که شما متقاضی کار هستین رعایت بکنید که در واقع این پروسس بدون مشکل پیش بره. ورقه دعوت به کار این هستش که در واقع میگه من به عنوان کارفرما شما رو به عنوان متقاضی کار استخدام میکنم با این شرایط، که اون شرایط توی حداقل بایستی سمت شما رو، محل کار شما رو، وظایف شما رو، ساعات کار شما رو، بنفیتی که دارین در واقع اون حالا وکیشن هستش یا بنفیت هایی که دیگه ای که دارین رو بگه، و آخرش هم حتما بایستی قید بکنه، حالا یا اولش یا آخرش، ولی از نکاتی که بایستی قید بکنه این هستش که این ورقه دعوت به کار تا کی در واقع برای اکسپتنس شما به عنوان متقاضی کار باز هست. توی کانادا همیشه وقتی شما رو استخدام میکنن شما بایستی همچین ورقه رو با کارفرما امضا بکنید، و اون در واقع
به شما یه وقتی میده که اگر که میخواین یه چک هایی رو انجام بدین، مثلا ببینید که آیا واقعا این کار رو میخواین، حقوقش مثلا خوب هست، از نظر مسافتی چطور هستی، و اون آفر رو شما مثلا فرضاً یه هفته دو هفته اجازه دارین که مثلا روش فکر بکنید یا بعضی وقتا کمتر، و جواب بدین که آیا میخواین این کار رو انجام بدین یا نمیخواین این کار رو انجام بدین. توی ورقه هایی که در واقع در داخل کانادا انجام میشه، اون ولیدیتی ورقه جاب آفر یا اینکه امپلویمنت آفر شما یه مقداری کوتاه هستش، تقریبا مثلا به یک هفته هم ممکنه که نرسه، ولی وقتی که شما میخواید یک نفر خارج از کانادا استخدام بکنید یا یک نفر از خارج کانادا میخواد با شما در واقع وارد رابطه کارگر کارفرما بشه، حداقل زمانی رو که لازم هستش که این ورقه باز باشه برای اینکه قبول بشه 12 ماه هستش، و 12 ماه به خاطر این در واقع پروسسی هستش که لازم هستش که انجام بشه. توصیه‌ای که من همیشه میکنم این هستش که حداقل این ورقه رو برای 2 سال باز بذارین، چون متاسفانه الان وقتی که ورقه دعوت به کار رو اداره نیروی کار انسانی اپروو میکنه، همون ولیدیتی رو روش میذاره که در واقع ولیدیتی جاب آفر هست، و اگر که شما یه مقداری تاخیر داشته باشید یا اینکه ویزا آفیس یه مقداری تاخیر داشته باشه در پروسس کردن پرونده اقامت دائم، این در واقع ورقه‌ای که برای شما روی پرونده هستش که برای شما منهای امتیاز در واقع اجازه این رو داده که برای مهاجرت کانادا اقدام بکنید، باطل میشه، و وقتی باطل میشه یعنی که دیگه وجود خارجی نداره و به جز مدارک حساب نمیشه. این در واقع یه اعتراضی هستش که خیلی ها کردن، که ما معمولا وقتی که یه مدرکی رو ارائه میدیم به اداره مهاجرت کانادا، همه اون در واقع ولیدیتی رو لاک میکنن، مثل سن و مثل تحصیلات رو، مثل هر چیز دیگه رو. مثلا هیچ وقت نمیان بگن تحصیلات شما مثلا 10 سال قدیمیه پس من دیگه امتیاز اون رو نمیدم، یا مثلا سنتون پارسال 50 بوده الان 51 شده 2 امتیاز ازتون کم میکنم. همه رو و اطلاعاتی رو که بهشون میدیم رو، حتی سن فرزندان رو میتونیم لاک بکنیم. تنها چیزی رو که در واقع وزارت مهاجرت کانادا یا ویزا آفیس ها اجازه نمیدن که لاک بشه، همین ولیدیتی جاب آفر هستش. قبلا، یعنی در واقع میتونم بگم تقریبا 1-2 سال پیش، وقتی که جاب آفر رو میگرفتیم یه ولیدیتی تقریبا 60 ماهه داشت که خب خیلی برای ما راحت تر بود کار کردن باهاش، ولی الان متاسفانه ولیدیتی رو که میذارن همون ولیدیتی ورقه هستش که به دستشون میرسه. روی این اصل 12 ماه رو من میتونم همین الان به شما بگم که مدت بسیار کوتاهی هستش برای اینکه یک پرونده اقامت دائم با داشتن جاب آفر پروسس بشه، چون فقط خود اداره نیروی کار انسانی کانادا یا همون HRDC حداقل الان داره 10 هفته میگیره که ورقه رو پروسس بکنه. مگه شما بخواین رو 12 ماه بذارین، تقریبا 2 ماه و نیمش رفته، حالا تا به سفارت میرسه و تا بقیه کارها انجام میشه و اگر که مصاحبه لازم باشه حتما بیشتر از اون زمان باقی مانده 9 ماه 10 ماه طول میکشه تا فاینالایز بشه. روی این اصل، روی ولیدیتی این ورقه دعوت به کار که تا کی باز هستش برای اینکه اون شخصی که متقاضی کار هست قبول بکنه دقت بکنید، و به توصیه‌ای که من اگر که بخوام به کسی توصیه بکنم میگم که حتما اون رو 24 ماه بذارید. قسمتی که در واقع بکاپ این قضیه هستش که ثابت میکنه شما میتونید به عنوان کارفرما وارد یک رابطه کارگر کارفرما بشین، این هستش که شما بایستی حداقل یک شرکتی رو که ثبت کرده باشین 12 ماه یا بیشتر قدیمی باشه، و حداقل به یک نفر در 12 ماه گذشته حقوق داده باشین قانونی و روی پیرولتون، در واقع یعنی در واقع اون تمام فدرال تکس رو، پروینشیال تکس رو و CPP و EI که در واقع مربوط به کارفرما میشه رو پرداخت کرده باشین. و اینجا نکته‌ای که مهم هستش این هستش که اینجا دقیقاً کلمه ان ایمپلوی رو استفاده کرده، یعنی که این ان ایمپلوی میتونه هر کسی باشه، کلمه دا ایمپلوی رو استفاده نکرده که مجبورمون بکنه که با یک شخص خاص حتما باید روی پیرولمون داشته باشیم و عذر میخوام و یه شخص خاص رو در واقع روی پیرول داشته باشیم و تا آخرش تا 12 ماه با اون پیش بریم. یعنی شما میتونه یه نفر برای 3 ماه استخدام بکنید، بعد یه نفر دیگه بیاد مثلا برای 6 ماه استخدام بشه، بعد یه نفر دیگه بیاد برای 4 ماه استخدام بشه، و در واقع این 12 ماه رو اینطوری پر کرده باشید.
این معمولا برای کسانی که معمولا مثلا بیزینس هایی مثل رستوران و در واقع اینجور چیزهای فصلی دارن که مثلا یه مقداری مثلا ممکنه در تابستون یا در تعطیلات کریسمس تعداد افراد بیشتری رو استخدام بکنن یا دانشجو داشته باشن که بیارن و بیان و اینها، این از این جهت هستش که در واقع اون پوشش های لازم رو برای نوع های خاص بیزینس داده باشه. من عذر میخوام از شما. نکته دیگه ای که مهم هستش که در دادن این ورقه دعوت به کار در واقع در نظر بگیرین این هستش که کسی که داره شما رو استخدام میکنه، یعنی کارفرمایی که در کانادا هستش، حتما بایستی که اون عواملی که مربوط میشه به دولت کانادا رو انجام داده باشه. بعضی از آفیس ها هستن که مالیات هاشون رو دیر فایل میکنن یا اینکه در واقع از اون حد اکثر زمانی که لازم هستش استفاده میکنن که بتونن این مالیات ها رو پر بکنن. این لازم هستش که دقت بکنید که اگر که میخواین وارد این رابطه بشین و اگر که میخواین به کسی بدین چیزی رو که از شما میخوان، حتما این هستش که تی فورتون رو برای ایمپلوی هاتون پر کرده باشین برای سال گذشته. الان در واقع اگر که بخواین الان در ماه فوریه اقدام بکنید، هنوز همچنان میتونید تی فورای 2008 رو ارائه بدین چون تا آخر فوریه در واقع مهلت فایل کردن داریم، ولی اگر که وارد مارچ فرست بشیم، موقع لازم خواهد بودش که هم تی فور امپلوی هایی که برای 2009 هست رو انجام بدیم و نشون بدیم و در واقع همون اون تی فور کلی رو که نشون میده که شما کلن چقدر در طول سال حقوق دادین و چقدر فدرال تکس، پروینشیال تکس، سی پی پی و ای آی پرداخت شده. قسمت آخری که مربوط به این قضیه هستش باز مربوط میشه به در واقع رابطه بین شرکتی که ثبت شده و دولت که از شما ورقه تی تو رو میخواد. اگر که آخر سال مالی شما دسامبر 31 باشه، هنوز میتونید برای اون در واقع مدارکی که میخواید نشون بدین میتونید برای سال 2008 رو استفاده کرده باشین، ولی بعد از ماه سوم و چهارمی که در واقع وارد سال جدید میشیم بایستی ورقه های سال 2009 رو تقریبا آماده داشته باشین که اگر که ازتون خواستن که منهای 2008-2009 رو هم نشون بدین بتونید در واقع این ورقه ها رو هم نشون بدین که در واقع نشون دهنده این باشه که شما با دولت کانادا هم در واقع تسویه حساب مالی کردیم و تمام درآمد هاتون رو و تمام هزینه هاتون رو گزارش دادید. قسمت آخری که در واقع میمونه که بررسی میکنن که شما به عنوان کارفرما میتونید این تقاضا رو انجام بدین که یک نفر رو از خارج کانادا بهش پیشنهاد کار بدین، این هستش که آیا شما توانایی مالی پرداخت به این شخص رو دارید یا ندارید. اگر که شما نشون بدین که مثلا آخر سال گذشته مانده شما یه چیزی حدود مثلا 3-4 هزار دلار بوده و سود کمی داشتید، یا حتی اگر که در بعضی مواقع منفی ما نشون میدیم که در واقع هزینه هامون بیشتر از درآمد هامون بوده، جاستیفیکیشنی وجود نخواهد داشت که شما بخواید یه نفر دیگر رو به در واقع کارمندانتون اضافه بکنید و اون یک نفر دیگه‌ای که داره اضافه میشه، حالا حقوقش 30-40 هزار دلار هر چقدری که هستش، از شما میخوان که نشون بدین که منبع مالی دارید که این شخص رو دارین استخدام میکنید. در واقع این یه چک آخریه هستش که اگر که به این دلیل رد بکنن، لازم هستش که حتما شما باهاشون وارد مذاکره بشین و بهشون ثابت بکنید که چرا فکر میکنید که میتونید یه همچین هزینه اضافه رو برای سال جدید یا سالهای جدیدتر تقبل بکنید. مثل اینکه اگر یه پروژه‌ای دارین که تازه امضا کردین که برای شما میتونه درآمد اضافه تر داشته باشه، یا اگر که مثلا توی بحث رستوران میخواین مثلا تغییراتی در قسمت مثلا آشپزخونه بدین و فکر میکنید بودن این شخص باعث درآمد بیشتری برای شما میشه، صرفا به دلیل اینی که شما درآمد کافی پارسال اعلام نکردین و شما رو رد کردن، گیو اپ نکنید. حتما باهاشون وارد مذاکره بشین و براشون توضیح بدین که چرا فکر میکنید بودن این شخص در بیزینس شما برای شما مهم هستش، و اگر که دلایل تو منطقی باشه احتمال خیلی زیاده روی 93-94% داره که از شما قبول بکنن، به شرط اینکه توضیحاتتون واقعی باشه و توضیحاتتون قابل قبول باشه. به صرف اینه که مثلا اگر این آدم بیاد اینجا من میتونم مثلا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، کفایت نخواهد کرد. بایستی برایشون یک توضیح قانع کننده، یعنی در واقع
بیزینس پروپوزاله که تقریبا آماده کردین توی ذهن خودتون یا روی ورقه داشته باشین که وقتی باهاشون تماس میگیرید توضیح بدین که به چه دلایلی فکر میکنید که اگر که این کار رو بخواین انجام بدین، بودن این شخص به شما کمک میکنه و نه تنها این شخص در واقع درآمد خودش رو در اون بیزینس شما ایجاد میکنه، بلکه درآمد بیشتری هم برای کل اون مجموعه که به عنوان در واقع شرکت مادر هستش یا شرکت کارفرما هستش ایجاد خواهد کرد. یه چند دقیقه بیشتر از وقت برنامه باقی نمونده که من فقط یک نکته کوچیکی رو راجع به جدول امتیازات که گفتم میگم و بعدش انشاءالله در برنامه های بعد اگر که سوالاتی که به دستم برسه مربوطه می باشه سعی میکنم که بیشتر بشکافم. در جدول اختصاصی که در واقع برای فدرال اسکیل ورکر فقط من الان دارم اختصاصا میگم، روی 6 تا فاکتور شما رو بررسی میکنن که یکیش در واقع تحصیلات شما هست، یکیش سابقه کار هست، سوم سن هست، زبان انگلیسی یا فرانسه و در واقع داشتن سابقه کار یا تحصیلات در کانادا و بعد هم ادابتیبیلیتی هستش که روی این 6 تا فاکتور شما رو بررسی میکنن. نکته مهمی که در رابطه با ادویکیشن من بخوام بگم این هستش که توی کانادا سیستم آموزشی همونطوری که من فکر میکنم تو جلسات قبل توضیح دادم با سیستم آموزشی ایران خیلی متفاوت هستش. توی اینجا در واقع مؤسساتی هستن که مؤسسات خصوصی هستن که دوره های کوتاه مدت 6 ماهه، 8 ماهه، 1 ساله، 2 ساله ارائه میدن. کالج ها هستن که معمولا سرتیفیکیت میدن یا دیپلوما میدن یا اسوشیت دیگری، حالا هر کاری که بخوام اسمشو بذاریم، میدن که 2 ساله یا 3 ساله هستن. و بعد دانشگاه ها هستن که در واقع به صورت اکادمیکلی درس ها رو میدن و اونها دوره های در واقع لیسانس 4 ساله معمولا میدن، حالا 3.5 یا 4 سال، و بعد هم فوق لیسانس و دکترا هستن که معمولا در 99.9% فقط دانشگاه ها هستن که اجازه ارائه کردن فوق لیسانس و دکترا رو دارن. توی سیستم ایران ما معمولا دوره های کوتاه مدت رو در دانشگاه ها نمی بینیم و فقط فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو می بینیم. در فوق دیپلم نکته‌ای که مهم هستش این هستش که اینجا اگر که کسی از یک کالج فارغ التحصیل شده باشه که دوره 2 ساله یا 3 ساله خونده باشه، در واقع اون دوره 2 ساله یا 3 ساله رو میاریم و معمولا معادل فوق دیپلم میگیریم که اگر که علمی کاربردی باشه. در واقع توی کانادا اون کالج هایی که هستن بیشتر و پرکتیکال هستن، یعنی ووکیشنال کالج هستن و افراد رو آماده میکنن برای اینی که وارد در واقع بازار کار بشن. روی همین اصل هم تو جدول امتیازات به کسانی که دوره های در واقع کالج رو میگذرونن یا دوره های مثلا ترید سرتیفیکیت رو میگذرونن امتیاز بیشتری داده میشه تا کسانی که از کالج یا از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، فقط به خاطر این هستش که فوکس بیشتر روی این هستش که شما تخصصتون زودتر وارد بازار کار کانادا میتونه شما رو بکنه یا نه. قسمتی که بعدی هستش در واقع قسمت آشنایی به زبان انگلیسی، سابقه کار شما هستش که خب خیلی بلک اند وایت، یعنی شما یا این تعداد سابقه کار رو دارید یا این امتیاز رو از زبان میارید یا نمیارید. سن هم تقریبا همینه، یعنی شما اگر که به اون سالگرد تولدتون که توی جدول امتیازات هست رسیده باشین همون امتیاز رو میتونید برای خودتون منظور بکنید و در واقع خیلی براش توضیحی وجود نداره. قسمتی که در واقع مورد بحث ما بود که من الان میخوام زودتر به اون برسم تا قبل از اینکه برنامه وقتش تموم بشه، قسمت جاب آفر قضیه است. در واقع شما اگر که ورقه جاب آفر رو داشته باشین، خود این ورقه جاب آفر به شما 10 امتیاز میده که در واقع میگه که ارنج ایمپلویمنت داشته باشین. حالا اگر که همین ارنج ایمپلویمنت رو شما داشته باشین و بیارین اینو ببرین توی جدول در واقع فاکتور 6ش که میگه ادپتیبیلیتی، میگه ادپتیبیلیتی این هستش که آیا شما فامیل در کانادا دارین، تحصیل در کانادا کردین، سابقه کار در کانادا دارین و یا اینکه ورقه دعوت به کار دارید و یا حتی تحصیلات همسرتون چیه. منتها
اینها همش با هم شما نمیتونید به خودتون، اگه همه اینها هم مصداق داشته باشه شما نمیتونید از تمام اینها به خودتون یک امتیازی بدید، فقط تا حد اکثر 10 امتیاز میتونید به خودتون بدید. یعنی اگر که شما همسرتون تحصیلات داشته باشن که طبق جدول امتیازات کانادا 3 تا 5 امتیاز بتونید برایشون بگیرین، به عنوان مثال میگیم لیسانس که 4 امتیاز بدن بهشون، و فامیل هم در کانادا داشته باشین فامیل درجه 1، میشه 5 امتیاز و شما 9 امتیاز از فاکتور 6 گرفتین آلردی. اگر که ورقه دعوت به کار داشته باشین 1-10 امتیاز داشتن خود اون ورقه داره و بعد فقط چون اون 9 رو به 10 برسونیم تو قسمت ادپتیبیلیتی 1 امتیاز بیشتر هستش. حالا ممکن هستش که شما اصلا فرضاً بگین نمیخوام اصلا ساپورت فامیلیمو نشون بدم و باز دوباره همون 5 امتیاز ورقه دعوت به کار رو بگیرید. ولی به طور خلاصه این هستش که اگر که شما ورقه دعوت به کار رو داشته باشین 2 تا مزیت برای شما داره. یکی این که میتونید چه شغلتون داخل اون 38 شغل باشه چه نباشه برای مهاجرت کانادا اقدام بکنید، و بعد دوم هم میتونید بین 10 حداقل 10 امتیاز برای خود ورقه و تا حد اکثر 15 امتیاز که 5 امتیاز بیشتر رو از جدول در واقع توی جدول مهاجرت کانادا از فاکتور 6 که ادپتیبیلیتی هست بتونید بگیرید، که نه تنها برای شما امتیاز میاره بلکه اجازه میده به شما اصلا توی قدم اول برای مهاجرت به کانادا اقدام بکنید. نکته ای که مهم هستش این هستش که حتی اگر که شما از 67 امتیاز بیشتر میگیریم با داشتن بقیه امتیازات، همچنان بایستی امتحان زبان انگلیسی آیلتس برای کسانی که زبان اولشون رو انگلیسی و یا تف برای کسانی که زبان اولشون رو فرانسه اعلام میکنن، حتما بایستی یکی از این دوتا زبان رو بدین. و بسته به اینکه کارفرما اعلام میکنه که چه مقداری از شما زبان انگلیسی میخواد یا چه مقداری از شما زبان فرانسه میخواد، اگر که در واقع مؤسسه بایلینگوال هستش و هم انگلیسی و هم فرانسه استفاده میشه، بسته به اون چیزی که کارفرما از شما میخواد و بسته به اون چیزی که در واقع توی جدول مشاغل کانادا اختصاصا میگه که اون نوع شغل چه جور در واقع کوالیفیکیشنی رو بایستی داشته باشه، شما باید بر اون اساس هم زبان انگلیسی رو امتیاز بیارید. اگر که خدایی نکرده اون مقدار زبانی رو که لازم هست برای انجام اون کاری که شما دارین براش استخدام میشین رو ندونید، افسر میتونه در واقع اون امتیاز لازمی رو که مربوط به ورقه کار هست رو به شما نده و متاسفانه اگر که اون ورقه رو امتیاز نگیری مثل اینکه اصلا اون در واقع به پرونده شما اضافه نشده، هم میتونید امتیازش رو از دست بدید که ممکن هست شما را از 67 امتیاز بندازه پایین تر، و دوم این که اگر که باز دوباره اون ورقه شرط لازم و اصلی بوده برای اینکه مهاجرت کانادا اقدام بکنید، چون اون ورقه رو ندارید عملا یعنی دیگه جزء منیستریال اینستراکشن نمیشین و ممکن هستش که اصلا کل اون کار رو از دست بدید، یعنی در واقع کل پرونده و کل پروسس رو از دست بدید. این در واقع مهم هستش که در نظر بگیرین که با توجه به این که شما 67 امتیاز میارین همونطوری که در اول برنامه گفتم، افسر همچنان میتونه دست بذاره روی اینی که واقعا این ورقه دعوت به کار کاری هست که شما میتونید انجام بدین، یا اینکه تصمیم بگیره که شما شرایطش و کوالیفیکیشن لازم رو برای این کار ندارید. متاسفانه وقت برنامه تموم شد، ولی یک نکته آخر رو هم بگم که برای مشاغلی که در کانادا احتیاج به لایسنس دارن که شما بتونید در اون لایسنس رو بگیرید که در اون در واقع فعالیت خاص مشغول به کار بشین، نمیشه به همین راحتی ورقه به کار داد. یعنی مثلا اگر که یک دکتری هست که شما میخواییم به عنوان پزشک عمومی یا پزشک خانواده استخدامش بکنید و لازمش این هستش که حتما لایسنس مثلا آنتریو رو داشته باشن که بتونن فعالیت بکنن و شما صاحب یک کلینیک هستین، اون شخص رو به عنوان پزشک نمیتونین استخدام بکنید. میتونید به عنوان هایی که در واقع احتیاج به لایسنس نداره استخدام بکنید، ولی به عنوان پزشک نمیتونید. برای پرستاران هم همینطور هستش. یعنی به طور عمومی بخوام بگم، نکته دیگه هم که باید هست در نظر بگیرین این هستش که بسته به استانی که شما به عنوان کارفرما درش در واقع فعالیت دارین، در نظر بگیرین که آیا کاری رو که میخواییم به شخص پیشنهاد بدین احتیاج به نوع لایسنسینگ خاصی داره یا نه.
این در واقع یک نکته بسیار مهمی هستش که بایستی در نظر گرفته بشه، چون اگر که در واقع اون شغل خاص لایسنسینگی رو که داره رو رد بکنه، باز دوباره اونجا با فرد در واقع ملغا میشه و بر اساس اون دوباره تمام اون اتفاقاتی که در واقع کم کردن امتیازات رو و بعد هم اصلا نتونستن اقدام کردن رو در پی خواهد داشت. امیدوار هستم که اطلاعاتی رو که در رابطه با جاب آفر برای شما در واقع تهیه کرده بودم برای شما مفید بوده باشه و اگر که سوالی داریم میتونید با استودیو تماس بگیریم و برای من پیغام بذارین، پیغام ها رو به من خواهند رسوند، یا میتونید با دفتر تماس بگیرید و سوالاتون رو بپرسین. برای شما روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.